Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Greetings and assalamu alaikum to you all from London. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, the last 4 decades have seen violence. 4 دهه اخیر در افغانستان پر از جنگ و ویرانی بودند. مردم افغانستان شایسته یک آینده بهتر هستند. امروز فرصت با واقعیت پیوستن این وجود دارد. نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا هر دو امیدوارند که شرکت کنندگان این نشست این فرصت را استفاده کنند. حکومت بریتانیا امیدوار اطمینان دارد که یک روند سیاسی میتواند به افغانستان صلح بیاورد. رسیدن به اینجا سالهای دراز و تلاشهای بسیاری را گرفت. میدانیم که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم های بزرگی گرفته است که ما را به اینجا رسانید. قطر نیز و ایالات متحده در این زمینه نقش بزرگی ایفا کردند برای برگزاری نشستی که ناممکن به نظر می رسید. مذاکرات حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان آغاز این روند است. از آن اگر مردم افغانستان را اولویت دهند، راه خواهند یافت. تا افغانستان از منازعه بیرون شود، امیدواریم که یک افغانستان مرفه و باثبات را ببینیم. افغانستانی که با خود و همسایگانش در صلح باشد و مخالف هراس افغانی جهانی باشد. افغانستان در مبارزه با کسانی که خواهان ویرانیستند همکار باشد و مردم افغانستان زندگی داشته باشند که شایسته آن هستند.